سلام به مایگرانت تیوی خوش آمدید. مهمان ویژه برنامه 8 مارس روز جهانی زن، نویسنده، کارآفرین اجتماعی و کارشناس برندسازی آسلیهان داغستانی آیسف است که از دیرباز در بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با زنان مشارکت کرده. او در بسیاری از فعالیت‌های داوطلبانه ویژه فعالیت‌های مرتبط با زنان و دختران نقش دارد. بیش از 20 سال در سطوح ارشد مدیریتی بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که بیشترشان شرکت‌های خارجی بوده‌اند انجام وظیفه کرده و مدیریت برند جهانی برندهای فعال در بیش از 100 کشور را بر عهده داشته است. او در فعالیت‌های داوطلبانه در زلزله سال 1999 داستان‌های صلیب سرخ آلمان را با عنوان دختر جادو میس ماجیک منتشر کرد. او در نمایشگاه‌های نقاشی مختلط در ژنو با موضوع مخالفت با استفاده ابزاری از زن مشارکت دارد. ویستون نویس روزنامه جمهوریت است و دو کتاب با عنوان همراهان دختران شجاع در کارنامه دارد. اخیراً هم در سوئیس پروژه‌هایی به نام دختران شجاع جهان راه اندازی کرده است. سخن را کوتاه کنیم و پای صحبت‌های خود او بنشینیم. او از ژنو در برنامه ما شرکت می‌کند. خانم آسلیهان، به برنامه ما خوش آمدید. سپاسگزارم، خیلی ممنون. من هم یکی از پرندگان مهاجر هستم که بیش از 20 ساله در حسرت وطنم. برای همین همراه بودم با شما در برنامه 8 مارس مایگران تیوی برای من معنای مضاعف داره. از دعوتتون متشکرم. ما هم از شما برای شرکت در برنامه مو سپاس گذاریم. گفتگومون رو با سوال اول آغاز کنیم. آیا امروز از 8 مارس که در سال 1857 با مطالبه‌گری زنان برای احقاق حقوقشان آغاز شد و با دشواری‌های زیاد تحقق یافت، برداشت درستی وجود دارد؟ به غیر از نوشته‌ها و اقدام‌هایتان در رابطه با زنان و دختران، در بسیاری از سازوکارهای حمایتی هم نقش فعال ایفا کرده اید. از تجربیاتتون برامون بگید. 8 مارس روز بسیار مهمیه، یک جنبش زنانه و مبارزه بزرگ که در یک روز نمی گنجه. همانطور که می دونید زنها صدها سال است که حقوق خودشون رو مطالبه می کنن. طبق اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد، اگر روال کنونی ادامه پیدا کنه، این مبارزه صدها سال دیگه هم طول خواهد کشید. تصور بر اینه که جهت برقراری برابری این مبارزه 136 سال دیگه طول خواهد کشید. اما ما قصد نداریم 136 سال منتظر بمونیم. سازمان ملل رسیدن به برابری جنسیت اجتماعی تا سال 2030 رو یکی از اهداف توسعه جهانی خودش میدونه. این قدم بسیار مهمیه. همه ما زنها تا زمانی که برابر، آزاد، سیر و در امان باشیم، نه یک روز بلکه هر روز باید به مقاومت خودمون ادامه بدیم. من همیشه از خودم میپرسم امروز برای تحقق برابری چه کاری انجام دادم؟ به نظر من همه ما باید این سوال رو از خودمون بپرسیم. در کارمون، در خونمون، در هر گوشه از زندگیمون، هنگام نگاه کردن به خبرها، هنگام انتخاب چیزی برای خواندن، باید نسبت به نابرابری‌ها حساس باشیم و در جهت اصلاح آنها قدم برداریم. حتما همه ما میتونیم در این زمینه یک کارهای انجام دهیم. من از دوران نوجوانی تا کنون هم در کارم و هم در زندگی خصوصیم برای تحقق برابری فعالیت کردم. تربیت دو فرزند دختر هم طبیعتاً این نگرانی ها رو بیشتر کرد. یک روز در یک کتاب فروشی خیلی سرخورده شدم. همه ی قهرمان های اصلی کتاب های کودکان پسر هستند. فکر میکردم دوران پرنسس های افسانه‌ای که تنها ویژگیشون زیباییه و منتظر یک پرنس با اسب سفید هستند گذشته. اما متوجه شدم همون کلیشه، همون سناریوهای کلیشه‌ای در داستان ها و کتاب های کودکان و بزرگسالان موجوده. البته بسته به کشورشان ممکنه فرق کنه، اما در کتاب‌های کودکان تعداد دخترانی که نقش اصلی دارند به طور متوسط 20%. دخترها نقش اول ندارند. طبق تحقیقات انجمن کارآفرینان و صنایع ترکیه هم زنها در سریال‌های ترکی نقش اصلی ندارند. در کل زنها را در پس زمینه می‌بینیم. این مسئله در مورد هالیوود هم صادقه. قالب‌های جنسیت‌گرا در همه جا وجود داره. از ادبیات گرفته تا شعار روی لباس‌ها، از زمان کودکی من تا امروز هم چیز زیادی عوض نشده. زن به طور سیستماتیکی در زندگی، در کتاب‌ها و در سریال‌ها عقب رانده میشه. اگه تربیت کودکان به این صورت ادامه داشته باشه، علی‌رغم پیشرفت تکنولوژی، شکاف جنسیتی پر نخواهد
نخواهد شد. من هم از این رو فکر میکنم زبانی که استفاده میکنیم و داستانهایی که روایت میکنیم باید تغییر کنه. اگر داستانها تغییر کنن، برداشتها هم تغییر میکنن، دنیا تغییر میکنه. با این فکر شروع کردم و سری کتابهای همراهان دختران شجاع را نوشتم و به این ترتیب اعلام کردم که دیگه دوران دختران زیبا تموم شده و امروز زمانه دختران جسوره. کتاب‌هاتون هر جا که رسیدن باعث آگاهی مردم شدن. در روستاها فعالیت‌های مختلف انجام میدید. میتونید کمی در این مورد صحبت کنید؟ ما هم از این داستان‌ها فیض ببریم. اینطور بگم که در حقیقت موقع نوشتن داستان‌ها هم خواستم به دخترها اعتماد به نفس بدم، افق دیدشون رو بازتر کنم و به اونها بگم که شجاع هستن. و هم از پسرها بخوام زنها رو درک کنن، به اونها احترام بگذارن و رفیق و همراه دخترها باشن و بفهمن که در واقع این سمبول شجاعت اونهاست. برای همین نقش اصلی رو قهرمانان همه فن حریف انتخاب کردم که غیر ممکن رو ممکن می سازن. این کتاب به اقصا نقاط ترکیه رسید، پرخواننده شد و بیشتر در قالب هدیه استفاده شد. حتی به کوچکترین روستاها هم رسید. در مورد کتاب‌هایی که به روستاها رسید، واکنش‌ها رو بررسی کردیم. به این ترتیب با بچه‌های روستاها گرد هم اومدیم. از هاکاری گرفته تا مرسین، از باتمان گرفته تا ازمیر، با معلمین، کودکان و خانواده‌هایشان دیدار کردیم. سمینارها و گفتگوها برگزار می‌کنیم. واقعاً شاهد آغاز یک تغییر هستیم. برای اینکه بتوانیم این تغییر رو مانا کنیم، شروع به تأسیس کتابخانه‌ها کردیم. همکنون صدها کودک از کتابخانه هایی که در شانلیورفا و باتمان تأسیس کردیم استفاده می کنند. اسم کتابخانه ها رو هم همراهان دختران شجاع گذاشتیم. مخصوصا این اسم رو انتخاب کردیم. به این ترتیب دختران شجاع می تونن کتابخانه ها و فرصت ها رو به روستاهایشان به ارمغان بیارن. ترتیبی دادیم کسانی که بتوانند الگوی آنان باشند به روستاهای آنها برمند. ما هم با داستان‌ها، هم با مراجعه حضوری به روستاها و هم از طریق آنلاین با اونها در ارتباط هستیم. همچنین در 4 روستا برنامه زبان انگلیسی گذاشتیم. در کتاب‌هایتان سرگذشت اولین قاضی زن دیوان عالی، اولین جراح مغز زن در دوره‌ای که در اروپا و آمریکا جراحان زن را قبول نداشتند، اولین عکاس زن جنگ و عکاس سفر و تعداد بیشمار زن دیگر را به قلم کشیدید. علاوه بر زنان و دختران، آیا پسران و مردان هم جزء مخاطبان کتاب‌هاتون هستند؟ دکان دختر و پسر دوره ابتدایی و راهنمایی رو هدف گرفتم و شروع به نوشتن کردم. بعدن دیدم که کوچیک و بزرگ از 7 ساله تا 70 ساله اونا رو میخونن. بزرگترها هم به همون اندازه سود میبرن. خوانندگانی بودند که بعد از خواندن کتاب جسارت پیدا کردند. مثلا یکی بعد از 30 سالگی شروع به تحصیل در دانشگاه کرد و دیگری در 50 سالگی شروع به نقاشی کرد. شجاعت مفهومیه که همه ما در هر سنی که باشیم بهش نیاز داریم. در این حال زنان روستایی در سطوح تحصیلی مختلف هم شروع به کتابخونی کردند. حتی در منمن هم یک همچین پروژه‌ای داریم. یکی از معلما در حال تدارک یک نمایش تئاتر با موضوع دختران شجاع، مادران شجاعه. در واقع کتاب هم برای دختران و هم برای پسران نوشته شده. مردها به قهرمان بودن زنها در کتاب‌ها عادت ندارن. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، در ادبیات کودک هم زیاد به چشم نمی‌خوره. با حکایت داستان زنان قهرمان مؤکدن این پیام رو به پسرها میدم که زنها هم میتونن راهنمای مردها باشن. به آنها نشون میدم که همراه بودن با دخترها یکی از سمبولهای شجاعته و زور نه در بازو بلکه در عقله. این رو هم در کتابها و هم در برنامه هایی که برگزار میکنیم بیان میکنیم. کتاب واقعا با زنان قهرمانش و پیامهای کوچک من به منبعی برای راهنمایی کودکان تبدیل شد. همه این زنان ساختار شکنند و تابوها رو شکستند. همونطور که گفتیم در دوره‌ای که تصور نمی‌کردن زن بتونه حقوقدان بشه، ملاحت رواجان اولین قاضی دیوان عالی در دنیا شد. اولین زن ریاضیدان ترک پاریس پیشمیش رو داریم. باز هم در یک دوره‌ای که می‌گفتن مگر زنان نمی‌توانند، او ریاضیدان و ستاره شناس بود. در مورد ستارگان تحقیق کرد و یک خوشه ستاره‌ای کشف کرد. نام این خوشه را پاریس پیشمیش گذاشتن. یعنی در دوره‌ای که میگفتن مگه زن میتونه ریاضیدان بشه، اسمش رو ستاره ها ثبت میکنن. این نمونه ها به ما قدرت میده.
زنهایی که از عهده کار غیر ممکن بر اومدن، من هم در کتاب هام هم برای کودکان و هم برای همه خوانندگان روی این نکته تاکید می کنم. پدرم هم همین رو به من گوش زد کرده بود. در زندگی همیشه موانع وجود داره. کسانی ما رو پایین می کشن و کسانی میگن نمیتونی انجام بدی. کسانی که میگن تو دختر چیکار داری به این کارا؟ اما اگر ما همیشه آرزوهای بزرگ داشته باشیم، از موانع دل سرد نشیم، در جهت حل مشکلات گام برداریم، کمک بخوایم و با پشتکار پیش بریم، میتونیم از لیموهای ترشی که زندگی برامون به ارمغان آورده لیموناد درست کنیم و به آرزوهایمون برسیم. از نمونه های داخل کتاب ها صحبت کردیم. از اختر فیزیکدان ها گفتید. در این داستان ها مهاجرین هم حضور دارند. زنان مهاجرینی که به ایدئال هایشون رسیدن، به خصوص میخوام از نگاه بینندگان مایگران تیوی ارزیابی کنید. امروز به دلیل مهاجرت، استثمار و فشارهای مختلف، زنانی هم هستند که نمیتونن به شغلی که آرزوش رو دارن مشغول بشن، اما علارغم همه دشواری‌ها نمونه زنهایی که به شغل مورد علاقه‌شون رسیدن هم وجود داره. با توجه به این مسئله چه پیامی برای زنان پناهجو که مجبور به زندگی در یک کشور دیگه شدن رو دارید؟ نفس کشیدن و بودن دو چیز جداگانه هستند. پناهنده بودن در یک کشور خارجی و مورد پذیرش قرار گرفتن آسان نیست. اولا به همه زنان و مردان شجاعی که درگیر این مبارزه هستن از اینجا سلام عرض میکنم. به عنوان یکی از قهرمانهای کتابهای ما میخوام از نسرین آبادان اونات برای شما بگم. زندگی او برای من خیلی الهام بخش بود. هنگامی که 14 سال داشت مجبور میشه به تنهایی از بوداپست به ترکیه مهاجرت کنه. نمیخواد ازدواج کنه بلکه میخواد درس بخونه. در کشوری که زبان و فرهنگش رو نمیدونه، بدون پدر و مادر، بدون اینکه کسی رو بشناسه، به مبارزه در زندگی ادامه میده. از یک طرف زبان ترکی یاد میگیره و از طرف دیگه سعی میکنه با آموزش زبان آلمانی به دیگران امرار معاش کنه. اون زمان مثل امروز انجمنهایی که بتونه از آنها کمک بگیره وجود نداشت. با پشتکار، عزم و نگاه مثبت موانع رو پشت سر میذاره. بعدها موفق میشه که یک مقام مهم در زمینه مهاجرت در دنیا رو عهده‌دار بشه. من از این داستان درس‌های بسیاری آموخته بودم. من هم تجربه مهاجرت داشتم و در کشورهایی که کار کردم شاهد یک سری مسائل بودم. برای سازگاری با سرزمینی که با آنجا رفته ایم، بایستی هر کاری که از دستمان برمیاد و انجام بدیم. باید زبان، فرهنگ، باورها و آداب و رسوم سرزمینی رو که به اونجا رفته ایم درک و طبق اون رفتار کنیم. البته که بدون از دست دادن باورهایمان باید سازگار شویم. برای مثال اگر نمیتوانیم در کشور مقصد شغل مورد علاقه ما را انجام دهیم، بایستی اقدام به دریافت گواهینامه های مورد نیاز کنیم. اگر نمیتوانیم گواهینامه را دریافت کنیم، حتما زمینه دیگری وجود دارد که بتونیم دانش و توانایی خودمون رو به کار بگیریم. در مورد داستان‌های فردی و نمونه‌ها صحبت کردیم. اگر بتونیم کمی موضوع رو به همبستگی زنان معطوف کنیم، در یکی از نوشته‌هاتون در روزنامه جمهوریت به لیسیستراتا اثر آریستوفانس اشاره می‌کنید. لیسیستراتا به عنوان فعال زن آن دوره نقش اصلی رو بازی می‌کنه. رهبریه که تونسته حمایت دوستان و دشمنانش رو جلب کنه. نوشته شدن نمایشنامه لیسیستراتا بسیار مهمه برای اینکه بتونه به جنگ پایان بده، به همبستگی زنان متوسل میشه. در مورد این نمونه همبستگی که قبل از میلاد مسیح به رشته تحریر در اومده و اگر در طول تاریخ همبستگی زنان رو در نظر بگیریم، امروز که هر دانشی بلافاصله در دسترس همه قرار میگیره، در مورد همبستگی زنان چه حرفی برای گفتن دارید؟ دیگه نوبت حرف زدن ماست، نوبت ساکت موندن شما. به طور خلاصه لیسیستراتا در نمایشنامه این مطلب رو بیان میکنه و دقیقاً 2400 سال پیش شروع به مقاومت علیه مرد سالاری میکنه. مردها دیگه باید به حرف ما گوش کنند. اخیراً نادیا کولوینز وزیر اقتصاد اسپانیا هم اظهارات مشابهی داشته. او گفت تنها در نشستهایی که مردان حضور دارند و صحبت میکنند شرکت نخواهم کرد. دیگر زمان آن فرا رسیده که زنها هم صحبت کنند و مردان هم گوش بدن. نمونه لیسیستراتا بسیار زیباست چون که با زنان دشمن ارتباط می گیرد. نمایشنامه طرز فکر متفاوت زنان رو نشان میده. نشان میده که جنگ و ستیز تنها راه چاره نیست.
بلکه با سازماندهی و همبستگی هم می توان به بعضی موفقیت ها دست یافت. این زنان با کمک همدیگر اقتصاد را هم در دست می گیرند و با اداره بهتر اقتصاد به جنگ پایان می دهند. زنان رفاه و خوشبختی را به جامعه می آرند. یعنی در حقیقت هنگامی که زن و مرد دوشادوش هم حرکت می کنند به رفاه و خوشبختی می رسند. در رأس کشورهای مثل آلمان، نیوزلند و فنلاند هم که کووید 19 را به بهترین شکل اداره کردند، زنان قرار دارند. درست همینجا باید در این مورد فکر کنیم. ما زنان و مردان هنگامی که با هم حرکت می‌کنیم، به راحتی از موانع عبور می‌کنیم. لیسیستراتا هم برای من جایگاه ویژه‌ای دارد. در دبیرستان قرار بود با گروه تئاتر ما این نمایش رو اجرا کنیم. منتها یک هفته قبل از افتتاحیه مدیریت مدرسه محتوای نمایشنامه رو نامناسب تشخیص داد و اون رو لغو کرد. حتی در صحنه نمایش هم به فعال بودن زن اجازه داده نشد. اگر امروز یه همچین نمایشی لغو شود، بلافاصله سردسر ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی از اون خبردار میشن. جنبش میتو در شبکه‌های اجتماعی باعث شد مشکلات زنان و جنایاتی که علیه زنان انجام میشه هم در ترکیه و هم در نقاط دنیا بیشتر شنیده بشه و نشان داد که جنبش زنان به خصوص در ترکیه دارای همبستگی زیادیه. همبستگی زنان در ترکیه یکی از قوی ترین همبستگی ها در سر تا سر جهانه. زنان تلاش میکنند در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به صورت برابر شرکت کنند. راه درازی در پیش داریم. در حال حاضر در ترکیه زنان 17% نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند. افزایش تعداد زنان در دولت در کل جامعه بازتاب خواهد داشت. به همان صورت در هیئت مدیره های شرکت ها باید نسبت مدیران زن افزایش پیدا کنه. در مورد حقوق ماهیانه هم در ترکیه تا آنجایی که می دانم زنان هنوز 12% عقب هستند. در سوئیس این نسبت 20% است. در بسیاری از نقاط جهان این تضییع حقوق ادامه داره. بایستی در رابطه با خشونت علیه زنان راه حل ارائه کنیم. با ثبات به راه خودمون ادامه بدیم. چرا که جنبش میتو به ما نشان داد وقتی متحد بشیم با صدای بلند حرف ما شنیده میشه. تأثیرمون به اندازه زیاده که حتی قوی ترین ها را هم مطیع میکنه. اگه بخوایم خلاقیت و عزم ما مثل لیستراتا به اندازه ایست که زندگی و جنگ را متوقف کنه. البته در این رابطه نقش والدین هم حائز اهمیته. به خصوص در تربیت پسرها. در کتابتون در قالب نامه با والدین خصوصا در مورد مسئولیت تربیت پسرها صحبت کردین. به نظر شما والدین هنگام تربیت فرزندان به خصوص پسرها برای از بین بردن پیش‌داوری هایی که منجر به نابرابری جنسیتی اجتماعی میشه چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بدن؟ سوال خیلی خوبی بود، متشکرم. در این رابطه کارهای زیادی میشه انجام داد. سعی میکنم که خیلی سریع اطلاعات عملی ارائه کنم. اولا خواهش میکنم که مراقب زبونمون باشیم. پسرامون رو با گفتن عباراتی مثل پسر شجاع من، پسر شیردل من، مثل قهرمانها بار میاریم. با گفتن پاشای من اونها رو به افرادی که منتظر خدمات هستن تبدیل میکنیم. دخترانمان را هم با بکار بردن قالب‌های گفتاری زیبا، خوشگل و سربراه مطیع بار میاریم. بچه هامون بسیار مستعدتر از این حرف ها هستن و بایستی در زندگی اونها رو خارج از این قالب‌ها تربیت کنیم. دخترها هم میتونن شجاع و بلند پرواز باشن. پسرها هم به خاطر اینکه با آنها پاشای من گفته میشه نباید منتظر ارائه خدمات باشن. باید کودکان رو با الگوها آشنا کنیم. آنها را با الگوهای زنان باید آشنا کنیم. به نظر من باید روی عبارت قدرت زیاد کار کنیم. به خصوص با پسرها. در طول آثار متمادی قدرت رو همیشه در میدانهای جنگ و یا به صورت قدرت فیزیکی مشاهده کردیم. قدرت فقط در بازو نیست. مخصوصا در دنیای جدید. قدرت در بیان، افکار و دانش نهفته است. قدرت در واقع در کسانی است که حامی طبیعت، زندگی و بشریت هستند. به نظر من باید روی این مسئله متمرکز شیم. در واقع از درون خانه باید شروع کنیم. کارهای خانه به جنسیت ربطی نداره. باید پسرها رو هم مثل خواهرهاشون در انجام کارهای خونه سهیم کنیم. مرتب کردن اتاق، لباس شستن و غذا پختن تنها جزء توانایی‌های دخترها نیست. اینها مهارت‌های زندگی هستند.
پسرها هم نباید از این مسائل غافل شوند. البته آدم دلش میخواد که پدر و مادرها هم به صورت برابر مشارکت کنند. اگر اونها این کارها رو در خانه انجام نمیدهند، باید در فیلمهای تلویزیونی ببینیم. یه مسئله دیگه هم این که باید آنچه که بچه‌ها تماشا میکنن رو هم کنترل کنیم. طبق یک تحقیق در ایالات متحده آمریکا، هنگامی که کودکان 3-4 ساعت جلوی تلویزیون رها میشن، هم دختران و هم پسران تصور میکنند که پسران باهوشتر از دختران هستند. یعنی این اطلاعات از این نظر بفهمیم برنامه‌های تلویزیون هم ما رو به چه نتایجی میرسونه مهمه. خواهش من اینه وقتی که یک قهرمان زن میبینیم درباره این قهرمان بیشتر به فرزندانمون بگیم و یاد بدیم. مثلا میتونیم بگیم یک زن موفق به انجام این کار شده. این زن چه قهرمان خوبیه. مسئله دیگه هم این که احساسات ربطی به جنسیت نداره. پسرها هم حق دارن گریه کنن. پسرانی که احساسات خود رو ابراز میکنن توانایی همدلی با دیگران پیدا میکنن و در آینده کمتر دست به خشونت میزنن. در مورد دوستی دختران و پسران هم خواهش من این است که از سنین پایین با آنها بیاموزیم که میتونن با هم دوست بشن. مبارزه با نابرابری جنسیت اجتماعی رو با شروع از دوران کودکی بسیار خوب بیان کردید. متاسفانه خشونت مبتنی بر نابرابری جنسیت اجتماعی انواع مختلفی داره. خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت اجتماعی اقتصادی از جمله این خشونت ها هستن. به نظر شما برای مقابله با انواع خشونت علیه زن چه کارهایی باید انجام بدیم؟ چه وظیفه‌ای بر عهده ماست و نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی چه کارهایی رو باید در اولویت قرار بدن؟ خشونت مشکل بزرگیه که با اون مواجهیم. مسئله ترس و خشم که در اخبار به وفور دیده میشه هم خیلی مهمه. ما مدام در تلویزیون شاهد موارد خشونت که زنها رو پایین میکشد و قربانی میکند هستیم. البته که باید اینها رو گفت، اما در کنار اینها باید از موفقیت و پیشرفت زنان هم بگیم. هنگامی که اخبار مربوط به زن و خشونت را پخش میکنیم، نباید محتوایی تولید کنیم که وضعیت قربانی را بدتر کند. اخبار مرتبط با خشونت بخشی از زندگی روزمره و عادی شده. طرز بیان خبرها هم بیشتر مواقع نادرسته. بیان یک واقعه خشونت‌آمیز با توجه به دامنی که زن پوشیده، شخصی که با او صحبت کرده و محیطی که در اون قرار داشته صورت میگیره. بعد هم شخصی که در واقعه خشونت‌آمیز گناهکاره کراوات زده و آزاد میشه. اینها باید اصلاح بشه. دلیل اصلی خشونت علیه زن نابرابری جنسیتیه، مرد سالاریه. برای اینکه بتونیم از این گرداب نجات پیدا کنیم، هممون به یک مهندسی اجتماعی آگاهانه نیاز داریم. باید این سوالها رو از خودمون بپرسیم. آیا به دختران و زنان به عنوان افراد برابر و آزاد نگاه میکنیم و احترام میذاریم؟ آیا قبول داریم که بدن زن متعلق به خود اوست؟ آیا به عنوان مرد میخواییم که رفیق و همراه زنان باشیم؟ خانم آسلیهان، پیام های خیلی خوبی دادید قبل از پایان برنامه در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن. چیزی هست که بخواهید اضافه کنید؟ من باور دارم که ما زنها خیلی قوی هستیم و دوش و دوش هم راه زیادی را طی کرده ایم. این شایان تقدیره. در دنیا ویژگی مشترک مرفه ترین کشورها مانند نیوزلند و فنلاند این است که در زمینه برابری زن و مرد خیلی پیشرفت کردند. ما هم با افزایش تعداد زنان شجاع و مردانی که رفیق و همراهشان باشند میتونیم به این سطح رفاه در کشورهای خودمون برسیم. من به این مسئله باور دارم. برای اینکه همه با هم بتونیم در این راه فعالیت کنیم، من هر کاری که از دستم بر بیاد رو انجام میدم. من کاملا باور دارم که با افزایش تعداد زنان شجاع و مردانی که رفیق و همراهشان باشند می توانیم به این سطح رفاه در کشورهای خودمان برسیم و از حقوق برابر برخوردار شویم. از اینکه مرا به برنامه دعوت کردید و به حرفایم گوش دادید، از همگی شما سپاسگزارم. ما هم از شما سپاسگزاریم.